من در این بیتابی، من در این مهلکه پر آشوب، من در این عالم پر دردسر بیخوابی، در میان آتش نارون همسایه، من از اعماق وجودم تو را میخوانم. عرض ارادت خدمت تمام دوستان و سروران گرامی در کانال یوتیوب کالج باستانی. دوستان گرامی، رضا ابراهیمی هستم. ایام به کام، یک موردی رو دوستان خدمتتون عرض میکنم. یک مارمولکی هست در یکی از بررسی های محیطی، دوستان به یک مارمولکی برخوردیم و حیفم اومد که واقعا چنین محیط زیبایی رو برای شما دوستان عزیز یک فیلم کوتاهی نگیرم. خدمتتون عرض بشه که در رابطه با مارمولک دوستان، اولین کیس بسیار مهم ما مکان نامی هست. ما به دنبال نماد نیستیم. بارها عرض کردم نماد هیچ ارزشی نداره مگر اینکه اون نماد در مکان نامی باشه. این منطقه دوستان مکان نامی هست و به نوعی کلکسیونی هست از مکانهای باستانی مثل قلعه ها، چشمه، غار. همه عرض میکنم غار نامی، قلعه دختر نامی، قلعه پسر و چشمه نامی بسیار زیبا و خود دره هم دوستان دره نامی هست و این هم مارمولک که معمولا بسیار بسیار کمیاب هست در ایران ما. دوستان مارمولک نشان شجاعت هست، نشان ترس هست. مارمولک اگر به این طریق مارمولک رو داشته باشید، در جهت نگاه اون بایستی یا تپه‌ای باشه یا سنگ تختی در سطح زمین باشه یا سنگ گرد و یا سنگ سیاه. خب ما الان در بررسی میدانی با دازینگ دوستان میریم به سمت هدف. حالا اون هدف، ببینید، با توجه به مکانی که شما دارید، مارمولک رو در اون مکان دارید، اگر مکانتون نامی هست، اگر صخره‌ای هست، بایستی به سمت یک پلم رفت. اگر مکانتون حالت تپه مانند هست، بایستی در روی تپه به دنبال یک کیس مشکوکی باشید. منتها ما در این مکان با توجه به این که دازینگ رو داریم و با استفاده از دازینگ میتونیم مکان رو پیدا بکنیم، یک خدمتون عرض بشه که یک بررسی بسیار جزئی با دازینگ رو خدمتون انجام میدم تا متوجه بشید که دازینگ چه کاری رو در این جور مناطق انجام میده. اولین کاری که با دازینگ انجام میدیم دوستان، قبله کجاست. وقتی که گفتیم قبله کجاست، میریم به سمت قبله میایستیم و به سمت قبله که بودیم دوستان، یک مراقبه به این صورت هست که دوتا آنتن دازینگ رو به زمین متصل میکنیم و چند لحظه تمرکز، نفس عمیق و به دنبال هدف. حالا اون هدف، اگر شما دازینگ نداشتید میتونید سنگ گردی رو در سطح زمین پیدا بکنید، سنگ گرد سفید یا سنگ سیاه یا سنگچین یا تخت سنگ. الان من با دازینگ بررسی محیطی رو انجام میدم، میتونید مشاهده بفرمایید دوستان. دازینگ ما رو هدایت میکنه با آنتنش به سمت آنتنی که خود دازینگ داره میره. یعنی اگر دازینگ به این سمت رفت، ما میریم به این سمت. الان ببینید دوستان، دقیقا مکانی که دازینگ هدایت میکنه، میریم به همون سمت تا ببینیم به کجا میرسیم.
وقتی اینجا باز بشه یعنی ما در اینجا یک دیواره ای رو داریم. خب ببینید با این دازین کاری ندارم، اینو این دازینگ دیگه، اینجا میشه یک گوشه، یعنی این به صورت مربع میتونه باشه یا مستطیل. پس یک ضلعش این هست و ادامه میدم، یک ضلعش این، اینم یک ضلعش، این هم یک ضلعش. دوستان گرامی اینجا مکانی رو ما داریم به صورت شبه قبر، اما قبری وجود نداره. شبه قبر مکانی هست به صورت قبر و مستطیل که در این منطقه به ضرس قاطع عرض میکنم دوستان، در این مکان قبری هست، شبه قبری هست که جسد و جنازه‌ای وجود نداره و دفینه بسیار ارزشمندی در این نقطه وجود داره. اگر دوست عزیزمون این مکان رو یک مقدار دقیق‌تر نشون بدن، ببینید دوستان در این منطقه ما سنگ چهار گوش رو داریم. ببینید یک گوش اینجا، گوش بعدی دوستان دقیقاً اینجاست که ما این سنگچین ها رو ببینید، کاملاً مشخصه که این سنگچین کار دست هست. خب ضلع بعدی اینجا، ضلع بعدی اینجا و ضلع بعدی کنار این سنگ مربع. این مکان هدف ما در مورد این مارمولک هست. امیدوارم این کلیپ مورد توجه شما قرار بگیره. مکان بسیار زیبایی هست، مبارک دوستان باشه. از اینکه کانال کالج باستانی رو مشاهده می‌فرمایید بنده به خود می‌بالم و از تک تک شما دوستان گرامی تقاضا دارم لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و کانال خودتون رو، کانال کالج باستانی رو به سایر دوستان فریختتون معرفی بفرمایید. مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما دوستان گرامی. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. حق نگهدار.